شبکه جهانی بی بی سی گفت رأی‌گیری در انتخابات ایران به عنوان آزمایشی میان طرفداران خامنه‌ای و هواداران احمدی نژاد است. مقام‌های دولتی با نصب پوسترهایی که به مردم اخطار می‌دهد شرکت کم مردم می‌تواند باعث شود قدرت‌های خارجی ایران را بمباران کنند، از مردم خواستند تا در ابعاد گسترده در این انتخابات شرکت کنند. ولی بنا به گزارش گزارشگر بی بی سی جهانی از ایران، همه نمیخواهند در این انتخابات شرکت کنند. برای اولین بار از سال 2009 در ایران انتخابات برگزار می شود، ولی همه رأی نخواهند داد. به گفته بی بی سی جهانی، باندهای موسوم به اصلاح طلب این رأی‌گیری را بایکوت کردند. آنها میگویند با این دولت یک انتخابات منصفانه غیر ممکن است. دیگران نیز تصمیم گرفتند در خانه بمانند. یک خانم ایرانی میگوید ندارم که این سری شرکت کنم، یعنی علاقه ای ندارم توی انتخابات این دفعه شرکت کنم. یک دفعه میتونستم رأی بدم، همون انتخابات سال 88 بود و رأی دادم. دیگه این دفعه علاقه به شرکت توی انتخابات ندارم. انتخابات یک جنگ قدرت میان جناح‌های حاکم در ایران است. این بار طرفداران خامنه ای در برابر هواداران احمدی نژاد قرار گرفتند. در این موضوع خامنه ای همه کارت ها را در دست دارد، چیزی که بسیاری از رای دهندگان در ایران را نگران کرده است. طی سال گذشته قیمت اجناس روزانه بالا رفته است. اقتصاد کشور در وضعیت بدی قرار دارد. یک مرد میگوید به نظرم وضعیت اقتصادی بخش عمده زندگی مردم شده. انتخابات به خاطر بالا بودن قیمت ها رنگ باخته. من فکر نمی کنم که انتخابات مانند دوره های قبلی باشه. جهان به برنامه هسته‌ای رژیم ایران چشم دوخته است. این برنامه باعث نگرانی دولت‌های غربی شده است، ولی هیچ کس انتظار ندارد با این انتخابات سیاست‌های رژیم تغییر کند. در این رژیم بالاخره خامنه‌ای حرف آخر را خواهد زد.